مزمور 23. خداوند شبان من است. مزمور داوود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های آرام بخش رهبریم می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد و به خاطر نام خیش به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. حتی اگر از تاریک‌ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. عصا و چوب دستی تو قوت قلبم می‌بخشد. سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی، سرم را به روغن تطهین می‌کنی و پیالم را لبریز می‌سازی. همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. روح من مثل همان چوب بود بی آتش، احتیاجی به همان آتش یزدان دارم. در سال 1306 در شیراز متولد شد. پدرش افسر بلند پایه ارتش و بعدها کارمند دولت بود. از زندگی خصوصیش آگاهی اندکی در دست است. همین اندازه می دانیم که پس از پایان دبیرستان رفاه خانه پدری را رها کرد، به اصفهان رفت و در پی استقلال مالی کارگر کارخانه پارچه بافی وطن اصفهان شد. 36 ساله بود که با حسن دهقانی تفتی، اسقف کلیسای انجیلی، آشنا شد و آیین مسیحیت را پذیرفت و از آن پس به تحصیل الهیات مسیحیت پرداخت و مراتب مقام‌های روحانیان کلیسایی را در پی گرفت. 38 ساله بود که به هند رفت و در دانشگاهی در پنجاب رشته الهیات را تکمیل نمود. همزمان به روستاها می رفت، دست نیازمندان را می گرفت و برای بسیاری کارآفرینی می کرد. در سن 40 سالگی دستیار اسقف دهقانی و واعظ کلیسایی در اصفهان شد. صدای گرمی داشت و موعظه‌هایش را همیشه با سرودهای کهن فارسی و آوازهای ردیف موسیقی سنتی همراه می‌کرد و گاه سروده‌ای نیز از خودش در آن می‌گنجاند. با وجودی که خدایا به تو ایمان دارم، پس چرا روح و دل خیش پریشان دارم؟ واقف از ضعف خود آگه، ز گناهکاری خیش دیده خیش به درگاه تو گریان دارم. شعله آتشت آن که کند پاک همه، به تو پیوندم و این عمر به پایان دارم. 45 ساله بود که به شیراز رفت و کشیش کلیسای انجیلی آنجا شد. در همان سال با یک پرستار انگلیسی که در بیمارستان شیراز کار می‌کرد، پیوند زناشویی بست و حاصل این پیوند دو فرزند پسر به نام‌های کامران و کیومرث شد. در نهایت روز 30 بهمن 1357، تنها 8 روز پس از انقلاب، توسط دو نفر که در آستانه انقلاب خود را نوکیش جا زده بودند، اتفاق ناگواری افتاد.
آن دو با وارد شدن به کلیسا گلوی ایشان را در دفتر کارشان بریدند و به شهادت رساندند. نوشته ای که حاکی از اتهام ارتداد بود و همراه یک گلوله کنار جسد او گذاشتند. در آن نوشته بودند: می توانستیم این مرتد را با تیر بکشیم، ولی سزای او این است. مصادره دارایی های کلیسای شیراز توسط دادگاه انقلاب این حدس را به یقین نزدیک کرد که آن کشیش نخستین قربانی ترور حکومتی نظام جمهوری اسلامی به شمار آید. همانطور که حد زدید، این بود سرگذشت پرویز سیاح سینا، معروف به ارسطو، اولین شهید مسیحی ایرانی که در سن 51 سالگی در شیراز ترور و به شهادت رسید. دوست عزیزم، امیدوارم جسمن و روحن سلامت و شاد باشید. صمیمانه ترین سلام های خود را تقدیم می دارم و خدا را بابت این رفاقت و دوستی سپاس گذارم. موضوع این پادکست این خواهد بود که خدا کیست؟ دوست عزیزم، من یقین دارم اولین سوال شما این خواهد بود: مسیحیان درباره خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب برمیگرده به عقاید و نظریات آن مذهب درباره خدا. میدانم که اشخاص بی اطلاع به شما گفتند که مسیحیان سه خدا را پرستش میکنند. حتی برخی تصور میکنند که ما صلیب و حتی مجسمه ها و تمثال های انسانی را پرستش کرده و مورد نیایش قرار میدیم. لازم است شما را مطمئن کنم که این سخنان کاملا غلط است. مسیحیان واقعی پیوسته به خدای واحد حقیقی ایمان داشتند و اگر بعضی از آنها خدایان دیگری را پرستش کردند، مرتکب بزرگترین اشتباه گردیدند. توجه فرمایید، عیسی مسیح به شخصی که از او سوال کرد که بزرگترین حکم خدا چه می باشد چه پاسخ داد؟ خداوند خدای ما، خداوند واحد است و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما
که اول از احکام این است. مرقس 12 آیات 29 تا 33. جمیع انبیاء خدا در دوران قدیم اعلام داشتند که خدا واحد است و علیه بت‌ها و همه کسانی که خدایانی غیر از خدای واحد حقیقی می‌پرستیدند فریاد اعتراض برمی‌آوردند. همچنین مسیحیان به خدایی ایمان دارند که نه آغازی داشته و نه انتهایی خواهد داشت، زیرا خدا ازلی و ابدی است. ما به خدایی ایمان داریم که بر همه چیز آگاهی دارد و مالک تمام قدرت ها می باشد و تمام چیزهای دیدنی و نادیدنی را به وسیله کلام خود آفریده است. اگر کسی به خورشید و ماه و میلیون ها ستاره بنگرد و سعی نماید حتی جزی از عظمت و شکوه آفرینش را درک نماید، طبعاً با داوود نبی هم صدا خواهد شد. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. حکمت و توانایی خدای ما چقدر عظیم است که نه فقط کهکشانها بلکه کوچکترین گلها و حشرات را در زمین آفرید و از آنها محافظت می کند. خدا قادر مطلق است و می تواند هر چه بخواهد انجام دهد. او برای این جهان نقشه ای تر نموده است و هیچ چیز قادر نیست او را از اجرای مقصودش باز دارد. ما ایمان داریم که خدا نه تنها عظیم و قادر است بلکه عادل و قدوس نیز می باشد. در زمان گذشته یونانی ها و رومی ها که خدایان بسیاری را قبول داشتند فکر می‌کردند که خدایان مانند انسان‌ها دروغ می‌گویند و دزدی و قتل و زنا می‌کنند و کارهای شرارت آمیز دیگری نیز انجام می‌دهند. ولی در کتاب مقدس مسیحیان درباره قدوسیت کامل خدا اشارات فراوانی وجود دارد، یعنی او از هر گونه ناپاکی کاملاً مبراست. یکی از خادمین خدا در رویا مخلوقات آسمانی را دید که در حضور مقدس خدا او را ستایش می کند و می گوید قدوس، 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 خداوند خدای قادر مطلق. مکاشفه 4 آیه 8. بنابراین گرچه جمیع قدرت‌ها در دست توانای خداست، ولی او نمی‌تواند کاری که برخلاف ذات قدوسش باشد انجام دهد. مثلا خدا نمی‌تواند دروغ بگوید و یا عملی غیر عادلانه انجام دهد. مسلم است که خدا چون انسان‌ها دارای جسم نیست و به زمان و مکان مشخصی محدود نمی‌باشد، بلکه همیشه در همه جا حاضر است. هرچند گاهی از دست‌ها و چشم‌ها و قلب خدا سخن می‌گوییم، ولی این اصطلاحات جسمانی را برای بیان مقاصد روحانی و معنوی به کار می‌بریم، زیرا خدا که بسیار متعال و از ما خیلی بالاتر است، ایمان داریم که در این حال به ما خیلی نیز نزدیک می باشد. بنابراین می گوییم که او ما را با چشمان خود می بیند و با دستهای خود محافظت می فرماید و ما را با قلب خود محبت می نماید. گرچه جمیع صفات خدا برای ما اهمیت فراوانی دارد، ما مسیحیان مخصوصا شوق گذاریم که خدایی که او را ستایش و نیایش می کنیم خدای محبت است. این صفت الهی به قدری مهم است که کتاب مقدس تأکید می کند که خدا محبت است. اول یوحنا 4 آیه 8. یعنی هر چه خدا می اندیشد و عمل می کند از روی محبت می باشد. خدا محبت خود را به نوع بشر به انواع مختلف ظاهر می سازد. تأمین
احتیاجات بشری از قبیل باران، آفتاب، غذا، آب و پوشاک و فراهم ساختن سایر احتیاجاتی که برای زندگی انسان بر روی زمین مورد نیاز است. او همچنین محبت خود را با فرستادن انبیا به ما ظاهر ساخت تا انبیا درباره او با ما سخن گویند. بزرگترین عمل محبت آمیز او فرستادن نجات دهنده بود. خدا تمام کسانی را که آفریده است دوست دارد و برای آنها خوبی و سعادت می خواهد. داوود نبی توجه و راهنمایی خدا را نسبت به خود در این کلمات بسیار جالب و زیبا بیان می کند: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا برمی گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. مزمور 23 آیه 1 تا 3. البته بسیار طبیعی است که خدا آنانی را که او را دوست می دارند و اطاعت می کند محبت نماید، ولی آیا کسانی را که او را اطاعت نمی کنند دوست دارد؟ مسلم است که چون او قدوس است، هر نوع خوبی را دوست داشته و از هر نوع شرارت نفرت دارد. هنگامی که مردم اعمال شرارت آمیزی انجام می دهند که مورد نفرت خدا می باشد، خدا نسبت به این گونه افراد غضبناک می شود. به طوری که داوود نبی به خدا می گوید: از همه بطالت کنندگان نفرت می کنی. مزمور 5 آیه 5. خدا تنفر خود را به بدی به وسیله تنبیه آنانی که شرارت را پیروی می کنند و مطیع او نیستند ظاهر می سازد. وقتی کتاب مقدس رو می خونیم ملاحظه می کنیم که خدا چگونه افراد و همچنین ملتهایی را که به مخالفت او برخواستند و از توبه، یعنی پشیمانی از انجام اعمال شرارت آمیز خود، امتناع ورزیدند معدوم ساخت. ولی اکنون اجازه بفرمایید حقیقت پرارزش و جالبی رو برای شما بیان کنم. خدا در عین حال که از شریران متنفر است، از طرفی می‌خواهد آنان را از جمیع گناهانشان آزادی و نجات بخشد. او آنها را دوست دارد و مانند پدری که با وجودی که پسر امر او را ناچیز می‌شمارد، باز هم به او عشق می‌ورزد و او را محبت می‌نماید. این محبت عجیب خدا نسبت به گناهکاران به وسیله یکی از داستانهای عیسی مسیح به طور واضح نشان داده شده است. در این داستان عیسی مسیح فرمود پسری که پدرش هنوز در قید حیات بود از او خواست که میراثش را به او بسپارد. پسر پس از دریافت میراث خود خانه پدر را ترک کرد و تمام ثروت خود را در زندگی شرارت آمیز تلف نمود. ولی هنگامی که بیچیز شد و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگی به مرگ نزدیک شد، تصمیم گرفت نزد پدر خود برگردد و به گناه خود اعتراف کند. پدرش به محض دیدن او از مسافت دور به سویش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید و جشن بزرگی به مناسبت برگشت او برپا کرد. از آنجایی که پدرش نسبت به او محبت عمیق داشت، او را بخشید و او را که در شرارت غرق شده بود پذیرفت. عیسی مسیح فرمود به همین طریق آنانی را که به او گناه می‌ورزند محبت می‌نماید. لوقا 15 آیات 11 تا 24. دوست عزیزم، دانستن این که خدا ما را محبت می نماید و مایل است ما را ببخشد و حاضر است هنگامی که به سویش برمی گردیم و توبه می کنیم ما را بپذیرد، خبر بسیار بسیار خوش و دلانگیزی برای ما گناهکاران می باشد. در کتاب مقدس نام های بسیاری برای خدا ذکر شده که از آن جمله
میتوان به این موارد اشاره کرد: خدای مطلق، خداوند، یهوه، ابدی، زنده، متعال، قدوس، عادل، پادشاه، داور، خالق، نجات دهنده و شبان مردم. ولی آن نامی که ما مسیحیان بیش از همه به آن علاقه داریم عبارت است از پدر آسمانی. هنگامی که عیسی مسیح درباره خدا صحبت می فرمود، اغلب او را پدر من خطاب می کرد و به شاگردانش می فرمود که هنگامی که دعا می کنید بگویید ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. متا 6 آیه 9. آیا برای انسان افتخاری بزرگتر از این وجود دارد که فرزند روحانی خدا شود و بداند خدای متعال پدر پرمحبت اوست؟ این افتخار بزرگ به وسیله خدا به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند بخشیده می شود. من به مسیح ایمان آوردم چون زندگی برام پوچ بود و نمیتونستم با این خدایی که از بچگی برام تعریف شده بود ارتباط بگیرم. نمیدونم چی شد، جرقه‌ای تو ذهنم زد که این همون دعوت از طرف خداوند بود. یکم تحقیق کردم و با خوندن کلام و شناخت عیسی مسیح و خدای پدر به اون چیزی که میخواستم رسیدم. مسیح به من شادی داد و به زندگیم هدف بخشید. مهمتر از همه معجزات و برکاتی که ازش گرفتم. هنوز خدا رو شکر میکنم بابت اینکه مسیح وارد زندگیم کرد و نور خودش رو به زندگی من تابوند. خب اینا همه علتهای اولیه ایمان ما به مسیح و اون جرقه‌ای که ایمان رو در قلب ما شعله ور می‌کنه. اما وقتی تعلیم می‌بینی و عهد جدید رو می‌خونی، می‌بینی که بدون تعارف برای دعوت انسان به سوی ایمان به مسیح علت روشنی رو میگه. اون علت رهایی از عذاب جاودانه یا پناه آوردن به حیات جاودانی است. انسان نباید به مسیح ایمان بیاره که فقط تو این دنیا آرامش داشته باشه. هدف اصلی خداوند اعطای حیات جاودانیه. من بعد از 6 سال خودشناسی از طریق دوره‌های روانشناسی و حتی عرفان نهایتاً به این مسیر هدایت شدم و هدیه‌ای هم که گرفتم اینه که مسیحیت اصیل ترین و بی ابزار ترین مسیر خودشناسی برای رسیدن به حقیقته و به این معتقدم که کلن هر روش و مسیری رو که داری انتخاب میکنی توی خودشناسی هر چقدر بی ابزار تر باشه همونقدر اصیل تر و نابتر هست و تنها مسیری که این ویژگی رو داره فقط و فقط مسیحیته. Oh,